ایران رتبه اول نرخ رشد مهاجرت در جهان. به دلیل فقر و تنگدستی، مهاجرت اقشار مختلف ایران از نخبگان، پزشک و پرستار گرفته تا نیروهای کاری ساده و ماهر به خارج از کشور هر روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. روزنامه فاینانشل تایمز در گزارشی درباره موج مهاجرت از ایران نوشت: بر اساس داده‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، ایران بین سال‌های 2020 تا 2021 سریع‌ترین رشد جهان را در نرخ مهاجرت تجربه کرد. در این داده‌ها آمده است که این تعداد از حدود 48 هزار نفر در سال 2020 به 115 هزار نفر در سال بعد افزایش یافت که یک افزایش 141% است. گزارش‌های کمیساری‌های عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز افزایش شمار پناهندگان ایرانی در دو سال اخیر را نشان می‌دهد، به طوری که در سال 2022 تعداد پناهندگان ایرانی نسبت به سال قبل از آن 44% افزایش یافت. از سال 2018 تا مارس 2023 اتباع ایرانی بزرگترین گروهی را تشکیل می‌دادند که پس از عبور از کانال مانش در قایق‌های کوچکی که توسط قاچاقچیان انسان اداره می‌شد به انگلستان رسیدند. مهاجرت در میان کارکنان بهداشتی باعث نگرانی ویژه‌ای شده است. دبیر کل سازمان غیردولتی خانه پرستار در تهران گفت: تعداد پرستارانی که سالانه از کشور خارج می‌شوند به 3000 نفر رسیده است که اکنون این بخش 100 هزار نفر پرستار کمبود نیرو دارد. سایت حکومتی دیدبان رژیم هم درباره وضعیت پرستاران در ایران نوشت: ایران با 70 هزار کمبود پرستار روبروست، اما روزانه بین 100 تا 150 نفر از پرستاران موجود در کشور از ایران مهاجرت می‌کنند، چرا که پرستارانی که روزانه تا 18 ساعت کار توانفرسا می‌کنند در همین کشورهای اطراف ایران ماهانه می‌توانند 100 میلیون تومان دستمزد داشته باشند.